بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. در اولین روز هفته با بخش خبری خبر نور در خدمت شما عزیزان هستیم. طبق روال روزهای گذشته، نخست سرخط خبرها. مسجد الاقصا در محاصره 15000 صهیونیستی. انتقاد علی مطهری از معرفی کابینه پیشنهادی به آیت الله خامنه ای. پرونده بزرگ جاسوسی دلیل کاهش رابط کویت با ایران. امریکا خواهان برکناری فوری بشار اسد نیست. دستگیری دو مداح مشهور تهران به جرم جاسوسی برای رژیم صهیونیستی. ایران مواد مخدر رقیق در اختیار معتادان قرار می دهد. و سوء استفاده میلیاردی برخی رؤسای اتاق بازرگانی در ایران. ساعت اولیه صبح روز جمعه 30 تیر ماه 15000 نظامی رژیم صهیونیستی شهر قدس را به محاصره کامل خود درآوردند. به گزارش واحد خبر نور، رژیم صهیونیستی پس از نشست صبح جمعه اعلام کرد که گیت‌های امنیتی در ورودی‌های مسجد الاقصی باقی می‌ماند و تصمیمی برای برداشتن آنها ندارد. از سوی دیگر، مراجع دینی قدس نیز برای بررسی تصمیم تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و اصرار بر باقی ماندن گیت‌های امنیتی و اتخاذ تصمیمات مناسب در این زمینه تشکیل جلسه دادند. شهروندان مسیحی هم در کنار فلسطینیان در برابر هر گونه تجاوز و حمله رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی ایستادند. شیخ محمد حسین، مفتی قدس و فلسطین، علمای مسیحی را به دفاع از قدس و مسجد الاقصی فراخواند و از آنها خواست صدای قدس را به گوش جهانیان برسانند. در همین حال، نظامیان صهیونیست روز جمعه پس از تصمیم کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی برای عدم برچیدن گیت‌های امنیتی ورودی‌های مسجد الاقصی، تدابیر امنیتی شدیدی در بخش قدیم شهر قدس به اجرا گذاشتند. ارتش و پلیس صهیونیسم صدها تن از نیروهای خود را در بخش‌های مختلف بیت المقدس مستقر کرده و تعداد زیادی پست بازرسی در آنها نصب کرده و مانع از ورود فلسطینیان به داخل قدس می‌شوند. پلیس رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد که به تدابیر امنیتی خود در اطراف قدس و بخش قدیمی این شهر و مسجد الاقصی شدت بخشیده است. در این بیانیه آمده است که ماموران پلیس به مردان فلسطینی زیر 50 سال اجازه ورود به بخش قدیمی شهر قدس و مسجد الاقصی را نمی دهند. ارتش رژیم صهیونیستی همچنین دیروز شمار زیادی از نیروهای خود را در محوطه ها و دروازه های مسجد الاقصی و اطراف بخش قدیمی شهر قدس مستقر کرد. این اقدام پس از فراخوان های فلسطینی برای برپای تظاهرات جمعه خشم در حمایت از مسجد الاقصی صورت گرفت. لازم به ذکر است در جریان تنش های دیروز نیروهای ارتش رژیم اشغالگر قدس 3 فلسطینی را کشته و 18 فلسطینی ساکن قدس از جمله تعدادی از مسئولان این شهر را بازداشت کردند. علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران از اینکه حسن روحانی وزرای پیشنهادی برای دولت 12 را پیش از معرفی به مجلس به آیت الله علی خامنه ای معرفی کرده انتقاد کرده است. به گزارش واحد خبر نور، علی مطهری در مصاحبه با وبسایت فراکسیون امید مجلس درباره تشکیل کابینه آینده حسن روحانی گفته است روش ایشان که قبل از ارائه اسامی کابینه پیشنهادی به مجلس اعلام می‌کنند که این اسامی خدمت مقام رهبری ارائه شده، کار درستی نیست و باعث می‌شود امکان اظهار نظر درباره این گزینه‌ها محدود شود. غلامرضا حیدری، عضو دیگر فراکسیون امید در مجلس، هم با بیان انتقاد مشابهی گفته است اگر نمایندگان مردم در مجلس بنا به وظیفه قانونی به برخی وزرا رأی مخالف دهند، توجیه و بازتاب این عمل در برابر تایید رهبری چه خواهد بود؟ در روزهای اخیر گفته شده که حسن روحانی در تشکیل کابینه جدید با رهبر ایران رایزنی می‌کند. طبق سنت رایج، رؤسای جمهوری 2-3 وزیر را با رهبری هماهنگ می‌کردند، ولی روحانی می‌گوید من همه را با ایشان هماهنگ می‌کنم. علی مطهری گفته است
اتفاقات ناخوشایندی که در تشکیل دولت 11 به وقوع پیوست این بار نباید تکرار شود. مطهری در این باره توضیح داده است که در دوره قبل به نوعی معامله صورت گرفت و به رئیس جمهور گفته شد که فلان فرد را به عنوان وزیر معرفی کن تا ما کمک کنیم که آن سه وزیر مورد نظر شما هم رأی بیاورند و در همین راستا وزیر کشوری معرفی شد که ما واقعا از عملکردش راضی نیستیم. کشور کویت به دنبال افشای جاسوسی بودن مراکز فرهنگی ایران رابطه دیپلماتیکش با این کشور را کاهش داد. به گزارش واحد خبر نور، به نقل از خبرگزاری دولتی کویت، این کشور روابط دیپلماتیک با ایران را کاهش داده و مراکز فرهنگی و سایر دفاتر وابسته به ایران را در پی حکم نهایی یک دادگاه مبنی بر جاسوسی بودن این مراکز بسته است. دادگاه در ماه ژوئن حکم اعدام سردسته یک گروه 26 نفری که متهم به جاسوسی برای ایران بودند را به حبس ابد تغییر داده است. گفتنی است این افراد به پنهان کردن مقادیر زیادی از اسلحه و مواد منفجره برای انجام حملات در کویت دستگیر شده بودند. 20 نفر به 5 تا 15 سال زندان محکوم شدند و در این مورد 2 نفر تبرئه شدند. 3 نفر دیگر نیز به صورت غیابی محاکمه شدند. روزنامه‌های کویتی اخیراً گزارش دادند که برخی از اعضای این گروه از طریق قایق به ایران فرار کردند و قانونگذاران خواستار توضیح دولت شدند. وزارت کشور روز چهارشنبه اعلام کرد 16 نفر از این مردان در حال فرار بودند، اما طبق گزارش وزارت کشور موفق به خروج از کشور نشدند. مشاور ضد تروریسم رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که کاخ سفید به دنبال برکناری فوری بشار اسد از مسند قدرت نیست. به گزارش واحد خبر نور، تام بوسرت، مشاور ضد تروریسم ترامپ اعلام کرد واشنگتن در راستای یافتن راه حل سیاسی بحران سوریه بر برکناری فوری بشار اسد پافشاری نخواهد کرد. با این وجود بوسرت در جریان نشست امنیتی در کلرادو تصریح کرد آمریکا همچنان خواهان کنار رفتن بشار اسد از قدرت است. 2 روز پیش رویترز گزارش داده بود که آمریکا برنامه مخفیانه آژانس اطلاعات مرکزی CIA برای تجهیز و آموزش گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد در سوریه را متوقف می‌کند. جنگ داخلی سوریه تاکنون 10,000 کشته، زخمی و آواره بر جای گذاشته است. دو مداح معروف تهرانی به اتهام ارتباط با موساد بازداشت شده. به گزارش واحد خبر نور، به نقل از منابع داخلی، رضا هلالی و روح الله بهمنی، دو مداح مشهور تهران، به اتهام ارتباط با عوامل موساد، سازمان اطلاعات و امنیت رژیم صهیونیستی توسط اطلاعات سپاه بازداشت شدند. گفته می شود که این مداحان با 2 زن که ظاهراً از کارکنان سفارت یکی از کشورهای اروپایی، احتمالاً فرانسه، ارتباط غیر اخلاقی داشتند و از همین طریق در مورد بخش‌های از سپاه اطلاعاتی در اختیار آنان قرار دادند. عبدالرضا هلالی، محمد حسین حدادیان پسر سعید حدادیان و روح الله بهمنی مداحانی هستند که نامشان در این ماجرا مطرح شده است. خانواده و نزدیکان این افراد به همراه تعدادی دیگری از مداحان مرتبط با آنها نیز تحت بازجویی قرار گرفتند. پرونده آنها از 1 ماه پیش در حفاظت اطلاعات سپاه به جریان افتاده، اما زمان دقیق بازداشت آنها مشخص نیست. لازم به ذکر است هلالی پیش از این هم سابقه دستگیری توسط سپاه را به دلیل انتشار فیلم غیر اخلاقی از او در فضای مجازی داشته است. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوق مجلس ایران اعلام کرده که دولت این کشور مواد مخدر رقیق در اختیار معتادان قرار خواهد داد. به گزارش واحد خبر نور، حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران و نماینده مردم ربات کریم اعلام کرد مقرر کردیم که دولت مواد مخدر رقیق در اختیار معتادان قرار دهد تا این عزیزان بتوانند به تدریج ترک کرده و به جای آنکه جلب قاچاقچیان مواد مخدر شوند از طریق مجاری رسمی نیاز خود را برطرف کنند. به ضمن اشاره به آخرین تصمیمات درباره نحوه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و موافقت تمامی مراجع تصمیم گیرنده با پیشنهاد توزیع مواد مخدر دولتی، طرح توزیع مواد مخدر دولتی را مشابه آنچه پیش از انقلاب انجام می‌شد عنوان کرد. نوروزی همچنین در خصوص نوع ماده توزیع تصریح کرد
این مواد مخدر شامل متادون و موادی رقیق‌تر از مواد مخدر پیشین می‌شود و اختیار تصمیم‌گیری درباره آن نیز بر عهده آیین‌نامه است که قرار است توسط وزارت دادگستری و سازمان مبارزه با مواد مخدر ایران به صورت مشترک تهیه شود است. این تصمیم پس از تصویب هیئت وزیران امکان اجرای شدن خواهد یافت. رحیم زارع در سخنرانی اظهار داشته که برخی از مدیران اتاق‌های بازرگانی تسهیلاتی به میزان 10 برابر سرمایه‌گذاری خود دریافت کردند. به گزارش واحد خبر نور، زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت برخی رؤسای اتاق‌های بازرگانی کشور تسهیلاتی گرفتند که 10 برابر آن چیزی است که در کارت اصلی سرمایه‌گذاری کردند. زمانی که در اتاق‌های بازرگانی چنین افرادی روی کار باشند، نظارتی بر کارت‌های یک بار مصرف نخواهد شد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین افزود در خرداد سال 95 بدهی کارت‌های بازرگانی 8100 میلیارد تومان و برابر 12% مجموع مالیات مستقیم کالا و خدمات وصول شده در کشور است. زارع تأکید کرد سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در سال‌های اخیر موجب ضررهای بسیاری برای بخش اقتصاد از جمله نپرداختن مالیات و حقوق گمرکی و شفاف نبودن بخش تجاری شده است. وی در پایان گفت با کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف یا یک ساله به طور میانگین 90 برابر کارت‌های بازرگانی که تمدید می‌شود کالا وارد کشور می‌شود. از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید کمال تشکر و سپاس رو دارم. میتونید اخبار نور رو در این اوقات دنبال کنید. شب و روز خوش، خدایا رو نگهدارتون.